آشغال از روی سرک جمع کرد. داره که یک جنگ زرگری باشه، یک هم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان، برنامه با مردم، و آرزو میکنم که همه شما خوب و سالم و سرحال باشین، تندرست باشین و حال دلتان هم خوب باشه. از همه مهمتر، این روزها کابل وضعیت بسیار خاصی داره. در واقع یکی از مهمترین برنامه های حکومت پس از استقرار در کابل در حال برگزاری هست. نشست بزرگ علما از سراسر کشور که گفته میشه بیش از 3000 از علمای کشور در این نشست حضور دارند برای بحث و گفتگو در مورد مهمترین مسائل کشوری. رسانه ها راه ندارن و علتش هم این بوده که حکومت خیلی دلسوز هست به حال رسانه ها و حاضر به اذیت شدن خبرنگاران و رسانه ها نیستن. به می جهت اجازه ندادن که خبرنگاران در محل برگزاری نشست حضور پیدا بکنن، اما سخنگویان حکومت هر از گاهی نشست هایی رو برگزار میکنن و از آنچه در نشست سراسری علما در کابل گذشته گزارش میتن. ما به حواشی این نشست هم کاری نداریم، مثلا اینکه حملاتی صورت گرفت و در واقع به لحاظ سیاسی و امنیتی یک چالش بود برای حکومت، کاری با اون نداریم. و همینطور به حاشیه های دیگری که بعضی از علما یا شبه علما فتوای سر زدن و سر بریدن منتقدان یا مخالفان حکومت را صادر کردن، به این هم کاری نداریم، چون این موارد کار قطعا دیدگاه خود حکومت نیست. این که هر کسی یک چیزی میخواد بگویه مربوط به خودش میشه و ما به این موضوعات نمیپردازیم. منتها خب مهم این است که بعد از فروپاشی جمهوریت اشرف غنی فراری و استقرار نظام جدید با حکومت تازه در کابل، این مهمترین گرد همایی هست که از سراسر کشور علما دعوت میشن و در مورد مسائل بسیار مهم و حساس و حیاتی صحبت میکنن. بنابراین یک سری انتظارات را برای مردم با وجود میارن به صورت طبیعی. وقتی مردم میبینن که حکومت یک چنین نشستی را برگزار کرده، انتظار دارن مشکلات امنیتی به پایان برسه، مشکل فقر و بیکاری تمام شوه، امنیت حاکم شوه و مسائل دیگر که کم هم نیست متاسفانه، چالش ها و بحران هایی که ما با اونا مواجه هستیم، بحث حقوق بشر و حقوق زنان و آزادی های مدنی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی و امثال اینها، مشروعیت داخلی و مشروعیت بین المللی نظام، همه اینا موارد بسیار مهم است که انتظار میره در نشست علما مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشه. به همین جهت است که ما نخستین سوال را به این موضوع اختصاص دادیم که شما به عنوان شهروندان افغانستان که فیصله ها و مصوبات نشست بزرگ علما در کابل زندگی شما را تحت تاثیر قرار میده و ارتباط تنگاتنگ با سرنوشت فردی و جمعی شما داره، از این نشست چه انتظار داریم؟ این نخستین پرسش هست. و بحث دوم مربوط میشه به توانمندی های علما یا این گونه نشست ها
برای حل مشکلات و بحران‌های گسترده‌ای که در کشور وجود دارد. آیا این نشست میتونه مشکلات را حل بکنه و بحران‌ها را خاتمه بده یا نه؟ این موضوع برنامه است و شماره تماس هم 020-25-11-566 پل ارتباط مستقیم شما با برنامه و ما انتظار داریم که با صدای گرم و گرامی شما این برنامه پربار شود و مشارکت شما در برنامه با مردم تا جایی که ما میدانیم میتونه تعیین کننده باشه و تأثیر گذار باشه معادلات را یک مقداری دچار تغییر بکنه. البته این در حد یک امیدواری هست و البته اگر باز تاکید میکنم اگر یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده و خواست مردم باشه و به خواست مردم احترام بگذاره مطمئنن آنچه در برنامه‌های رسانه‌ای و تلویزیونی انعکاس داده میشه میتونه تاثیرگذار باشه روی تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و ما یک چنین انتظاری را از حکومت داریم. بنابراین با شماره 020-25-11-566 تماس بگیرین و ما هم از آقای رضوان بهرامپور شروع میکنم که نوشتن لوی جرگه در تاریخ افغانستان هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد، فقط اقتدارگرایی حاکمان را تا حدودی در نزد مردم توجیه نموده. در شرایط امروزی و با این امکانات دیگر نشستی به نام لوی جرگه مفهوم ندارد که بیاید در مسائل مهم تصمیم بگیرد. چرا همه پرسی و رفراندوم جایگزین یک جرگه متشکل از چند بیسواد، چاپلوس و قومگرا نمی شود؟ آیا آنها از خواست و اراده 35 میلیون نفوس این سرزمین نمایندگی می توانند؟ خب، عرض به حضور انور شما که آقای بهرامپور از ادبیات خاصی استفاده کردن و ما هم امانت دارانه آنچه که ایشان مطرح کردن خدمت شما بازگو کردیم و فعلا آقای علوی رو پشت خط منتظر نمیگذاریم از مزار شریف. سلام بر شما و خیلی خوش آمدین آقای علوی. سلام جناب آقای شب بزرگوار، جناب آقای موسوی، عصر زیبایتان بخیر. سلام خدمت تمام عزیزانی که صدای مرا میشنوند از تلویزیون بسیار شفاف و پاک تمدن. سلام خدمت تمام همکاران عزیزتان که چی در تخنیک هستند چی پشت صحنه هستند. عرض ارادت دارم خدمت شما. و علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون از شما. خواهش میکنم. سوالا را من گرفتم آقای موسوی. خواهش میکنم جناب آقای موسوی، من یک تمام این سوالات که شما کردین من به صورت یک ضرب المثل عرض میکنم. بله. در بین ما سادات یک ضرب المثل است، میگه نظر میکنم از برای خود میخورم با فرزندای خود. صحیح شد؟ بله. خب در انچی گرد همایی از جامعه جوانان کسی وجود نداشت؟ از فرهنگیان که خبرنگار بودن قشر مهم جامعه که ژورنالیست ها بودن را ندادن؟ مثل از این میمونه که نظر میکنم از برای خود میخورم با فرزندای خود. دومنش از قشر خواهرها، از قشر مادرها که از دامن زن هست که مرد به معراج میرود. زن نصف پیکره یک جامعه است. خب از خواهرای ما، از مادرای ما کسی وجود نداشتن. خب آقای انصاری از هرات میگه من از یک زن پاک دامن و باکره هستم. ما همین معنای باکره زیر ما نفهمیدیم. یعنی میخواین مریم مقدس اونا رو درست کنن مادر خوده؟ خب برداشت همین میشه دیگه. خب اگر یاد شما باشه در چیز در جلسات سابق که مثلا در امی خرمی لوی جرگه که اشرف غنی حکومت فراری سابق تشکیل میداد، اگر یادتان باشه خانم بلقیس روشن را با زور بیرون کردن. بله. ولی بازم صدای زن اونجا بود، صدای مادر بود، صدای خواهر بود. بله. ولی امروز متاسفانه اونجا چیده از این خبرها نبود.
خب ما چی توقع داشته باشیم که اینا خواسته باشن برای ما کار انجام بدن؟ بجز از این که خودشان در بین خودشان شیش تن و فیصله کردن بریدن و دوختن برای خودشان، فکر نمی کنم که به درد ملت اینا چیزی بخورم. میگم که نظر میکنم از برای خود، میخورم از با فرزندای خود. مثل این میمانه که در داخل اولی خود ما خواسته باشم کباب نظر بکنم با امسایه های با خودم بخورم، ولی امسایه هایم از پشت دیوال بوی کباب را استشمام بکنن. نه به طفلش بتوم، نه به جوانش، نه به زنش، نه به مردش بگویم شما اودان تان همونجا قرد کده بشینین. برداشت ما از این شورای علما همی بوده. خب هیچ فیصله که به درد این ملت بخوره تا هنوز نه در آژندای اینا بودن نه در پس آژندای اینا وجود دارد. فیصله ها قطعنامه های اینا چیز کردن فقط به خاطر از این که مثلا حکومت اسلامی. مگه ما مسلمان نیستیم؟ مگه ما از مسلمان به دنیا نامدیم؟ مگه سابقا از زمان ظاهرشاه مگه اینجا اسلامی نبوده؟ داوود خان اسلامی نبود؟ خب از اونا که گذشت میگن مثلا خب حکومت کمونیستا بود، کمونیستا خب زمان دکتر نجیب ما او طرف میکنه، بعدش هم حکومت اسلامی آمد دیگه. خب تا امروزه خود دم از اسلام زدش. مگه ما مسلمان نیستیم که باید خواسته باشیم روی ازی فیصله بکنیم که همه حکومت اسلامی رو ما باید مشروعیت قائل بشیم؟ خب ما امیرم مشروعیت قائل شدیم، چه گل به سر ما زدیم؟ مکتب های دخترانه همچنین مسدود، تورم به درجه اعلا، یک لیتر دیزل و 105 افغانی رسیده. خب یک نفر اگر میخواهید سوار موتر شد باید 40 افغانی 30 افغانی کرای موتر پرداخت کنه. قبلا 10 افغانی پرداخت میکردن در زمان حکومت غاصب و دزد جمهوریت 10 افغانی کرای موتر پرداخت میشد، و حالا در زمان حکومت امارت اسلامی الحمدلله 30 افغانی پرداخت میشه. یک قشر آسیب پذیر جامعه این از کجا بیاره؟ وقتی که از کجا بیاره دیگه کاری هم وجود نداره، باری هم وجود نداره، تجارت هم وجود نداره، کارخانه های هم وجود نداره. وقتی خود شما بیاین اینا روی بود اقتصادی هم این مشوره رو بکنن، تجارا رو بکنن. بله خیلی ممنون از شما جناب آقای علوی. درد زیاد است آقای موسوی، درد زیاد است. باور کنه درد هیچی که دردای گردکفک است. متاسفانه همینطوره، واقعا گردکفک است. متاسفانه همین در همین سه روز شما فکر میکنید میلیون ها پول فقط پیسه آب معدنی اینا شد، چای اینا چی میشه، دوترهایی که اینا مستقر هستن، پیسه تل موترها چطور میشه، نان چاشت از اینا میشه. او از اونجا گفته چیزی یک کش آسیب پذیر هستیم. از اون طرف هم پکتیا و خست ما در نظر داریم دیگه. ایخو مثلا در اولویت کار بود. حتی متاسفانه در دولت صاحب خوب بود، مثلا یک روز عزای عمومی یا مثلا پرچمان نیمه افراشته خو میشد، ولی خود در حکومت امارات خو نیمه افراشته هم نشد که. پس چی رقم اینا حس انسان دوستی دارن؟ پس چی رقم سنگ اسلامیت و اسلام بودن را و شریعت قرآن محمدی را اینا به سینه میزنن؟ خیلی سپاسگزار جناب موسوی، عصرتون خوش. قربان شما، ممنون و متشکر از شما جناب آقای علوی. خیلی سپاسگزاری میکنم از تماس شما. اولین تماس داشتیم از جناب آقای علوی از ولایت بلخ، از مزار شریف. فکر میکنم مزار شریف خیلی گرم است آنگونه که بعضی از دوستان ما روایت میکنن، بنابراین هم برای آقای علوی و هم برای همه شهروندان عزیز و مهربان بلخی و مزاری آرزوی صحت و سلامتی داریم که انشاءالله در برابر موج گرمای سوزان تابستانی سر حال باشن و بتانن مقاومت بکنن. ما در مورد فرمایشات جناب آقای علوی چیزی نمیگم، نیاز هم نیست، همه چیز روشن بود. و بازم در فیسبوک آقای حسیب الله قرار نوشته که لوی جرگه فقط گذاشتن صندوق رای در سر شور بازار به خاطر تعیین استاد دانشگاه که هیچ درجه تحصیل رای دهنده ها معلوم نیست،
لوی جرگه دقیقا همین معنی را میدهد. آقای شیر زمان از کابل، سلام. بله سلام علیکم. سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه. جور هستیم، بخیر. سلامت باشین، بفرمایید قربان. خیر و خیرات قراری. مهربانی. کارمندای تلویزیون کلگی، سلام میرسانم. علیک السلام و رحمت الله. صدای تلویزیون تا پایین بیاریم. مشتری میگفت که به خاطر جلسه علما اگراد گرفت که ما مسلمان هستیم، از پیش مسلمان هستیم و اتضا دیگه ما بخاطر نمی اگه چیز کردم، گفتیم مسلمان هستیم ما شما، ولی عمل نداریم. این ملک ما شما هستیم که این ملک هستیم، اینه ما تو ناخاق ایرادای چیز میگم، نه سیاسی سیاسی ما شما هیچ کدام برنامه نداره، دیگه هم نداره دیگه. اینه ملک ما که به اینه میرخم شده، اینه ما تو گرد وعده هست، اینه میشه که هیچ چیز ما شما قبول نداریم دیگه. در بشنوی. بله دیگه، زیاد زیاد تشکر میکنم. نمبر تلفون تا در این صفحه بود، خوشحال شدم. اولا برای کل کارمندا و شما شخصا، از شما اسم شما را بلد نیستم و زیاد برات بخشش باشه دیگه. زیاد زیاد خوش هستم. همی هر وقت من تلویزیون تمدن را سعی میکنم شما را که میبینم، دیگه واقعا یک آدم فامیده و چیز هستین که همی در روی صفحه تلویزیون میایین، دیگه بسیار خوش میشم. مکمل همی گپای شما را همیشه همیشه من گوش میکنم و من خودم یک به اصل گلکار هستم، ولی در دیده و دنجیده اینمی ملک ما هستم، ملت اینمی افغانستان هستم. در می 40 سال از دمی کابل این زندگی میکنیم. آیا دوری سقوط دوری نجیب شم پیدو شم پسی مکتب نجیب ما خاندین دیگه تا اینمی لواره هستیم در می ملک. بخیر سلامت باشین قربان شما. چی حالت و چی روزا آمد دیگه. خداوند خیر پیش کنه، خداوند امنیت بیاره، خداوند می دلای کلگی صلح و ثبات بیایه. خوش هستیم که صلح بیایه هموطنان ما کلگی دیگه. پیام مرا به سراسر جهان، هر جایی که دوستان، دیوالا، فامیلا در هر ملک از سلام ما زیاد زیاد برسم برش. تشکر میکنم و شما دیگه تو غافلگیر شده. خیلی ممنون قربان شما. خیلی ممنون، خدا حافظ شما. آقای شیر زمان، خیلی سپاسگزار هستم از شما به خاطر صفا و صمیمیتتان. خیلی خوشحال شدیم که صدای شما رو شنیدیم و انرژی مثبت محبت آمیز شما به برنامه ما تزریق شد. لبخند را روی لب همکارای عزیز ما کاشتین. حتما کسایی که صدای شما را شنیدن اونا هم خوششان آمده از صحبتهای شما. من هم راحل موسوی هستم، کوچک شما، در خدمت شما هستم. بخیر و سلامت باشین. خب بازم تماس داریم. آقای محمد ربیع، بله از کابل، سلام. بله سلام علیکم، عصر شما بخیر. و علیک السلام و رحمت الله، عصر شما هم بخیر. خیلی خوش آمدین به برنامه. خوش باشین، تشکر. من میخواستم که راجع به اینمی جرگه علمای طالبا که جمع کرده بودن نظر داشته باشم. بله مهربانی بفرمایید. ما تقریبا از نگاه عمر دفعه دوم هستن که طالبا را ما تجربه میکنیم. بدبختی نمی هستن که مردم افغانستان در مجموع به نام دین اسلام، به دین آن که از چندشون اینا بدانن قبول میکنن که شون بود همه چیزه، و این یک حربه قوی به دست اجانب داده که مردم به نام دین اسلام اینا بازی میتن. حالی میان سر اینمی که مثلا امروز که طالب آمده بودن جلگه را جور کردن، حال قدرت گرفتن، اینا میگن که ما قدرت بزرگ گرفتیم. حالان که ما فتح کردیم، حالان که این ملک اسلام بود، اسلام فتح نمیشه، این ملک مسلمان هاست. اینا ایجاد هستن خود بازی میتن. دوم این طور اینا از مردم قدرت غصب کردن، مثلا که خلاف موازین دین اسلام هستن. مثلا در سوره نساء آیت اینجا ورشتم واضح میفرمان که دیجا شایسته سالاری خدا پاک حکم میکنه.
خدای پاک می فرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. معناش این نیست که شما، ما بر شما امر میکنیم که امانت به اهلشان بسپارید. ما پریر رفتیم در ولایت وردک، در که 107 جلد کتاب ها را به پوهنتینشان هدیه کردیم. شما یقین کنید رئیسی که طالب ها برشان مقرر کرد سنف 12 را خوانده. رئیس پوهنتون؟ رئیس پوهنتون؟ بله پوهنتون وردک، رئیسشان اصلیشان هستن، اما اختیاردارشان سنف 12 هستن که هدیشان از خوب از نزدیکم قریبا میشناسیم. بله. ببینید اینها آمدیم که در این روز دنیای عصر تکنولوژی است و خدای پاکستان تکنولوژی را حس رد نکرده. در سپاره دوم خدای پاک میفرماید من اوتی حکمتن، فقط اوتی حکمتن، اوتی خیرن کثیرو و ما یذکرو الا اولو الالباب. معنا نگه ما برای شما حکمت اعطا کردیم، یعنی ساینس. اگر اینا میگن که علم دوست، یکی حکمت است یکی علم است. علم دین میگن علم است و ساینس اینا میگن حکمت. خدا پاک واضح گفتن که ما برای شما حکمت اعطا کردیم و به کسی که حکمت اعطا شده باشه گویا نفر کثیر را بردن. بله فقط اوتی خیرا کثیرا. و همینطور مثلا میگه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ده هیچ جای قرآن شریف نه آمده که دو مثلا دختر زن تحصیل نکنه، تعلیم نکنه، کار نکنه. آیا کل افغانستان اینا یک خانه واره فکر میکنه؟ با ده ها هزار با صد ها هزار ما بیوه داره. اینا مجبور هستن که نفقه اولاد خود پیدا کنن. مریض داریم دیگه است دیگه. آیا پتوها تغییر میخوره؟ 11 عوامل است که در روی پتوها چی میکنن، تاثیر داره. مگر اینا فکر خیلی متحجر و یک تعبیر خیلی متحجر از اسلام داره بدبختانه. این به ما مردم هستن. خدای پاک برای ما میفرمایم شاید یک ملت اگر ما خدا سنگ مسلمانی را به سینه خود میزنیم، خدای پاک میفرمایم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدای پاک میگه ما تا او وقت در حالت یک قوم تغییر نمیاریم تا که در طرز تفکر دیدگاه اینها تغییر نمیاره. این مردم ملت افغانستان از ما چوری قدر ایمان ما ضعیف شده که در مقابل یک حاکم ظالم نگفت کلمه حق گفته نمیتانیم. این گناه اینا هم نیست، گناه ما مردم است که ما تقسیم شدیم به لسان، سمت، قوم و غیره و غیره و غیره. ما منافع ملی خود تعریف کردن هم باید ملت این وقتش این ملت این حالت اجاب یک قیام میکنه، یک قیام علمی میکنه، یک قیام چی میکنه، مردمی میکنه، نه مسلحانه، نه تخریب کاری. خب دیگه ما وقت شما رو نمیگیریم، نمیذاره دل ما بود که نمی جرگه اصلا به درد هیچ کسی نمیخوره. ما یه دفعه دوم است تجربه میکنیم، اینا فقط در پای نان هستن و مترش پر بای پر و یا هایلکس آرفته و چهار تا نکاح هستن. دیگه خب خدا میدونم ما خواهوالا خیلی مایوس هستیم. یقین است ما دو تا دختر خود داشتیم که هردیشان ماشتر و پروپایدتی چید متخصیص بودن. وقتی که در دوازه میره چی میگن که در دوازه که میزن میگه چرا محرمش نیست؟ وقتی که دختر ما پیش وزیر میره وزیر معرفی میکنه که نمی رئیس ماست، وزیر سیعت ما که تشان گفت نمیزنه. و برای چرا این کپر است، این حیوان است، این انسان نیست؟ نمیگم دختر ما این وطن به تو نیست، از تو نیست دیگه. و ما سر تو درس خواندیم، 26,000 دلار در پاکستان سر تو مصرف کردیم که تو در خواهد ازم پوانتون دکتر شدی بیدی وطن خدمت کنی. دیگه دختر ما پروپسری حالی میکنه. وقتی که اینا میگن که مثلا چرا شما چی نمی کنین به محرم، یعنی برادر کجا چقدر محرم ما از کجا کنیم برشان؟ وقتی که اداره دولتی میریم سرتیفیکت تصدیق علمی ما هیچ ارزش نداره، فقط عمامه، موی دراز و ریش. آیا امیرش واقعا نمیره کم است یا در اقوال یا در دیگر؟ خب پیغمبر هم گفته که بعضی ها گفته که حتی چی هستن مستحب است. مستحب فقط نگه تراشیدنش مکروه هستن، دیگر مباح هستن، مشکل نداره. بعضی ها میگن که نه حتی تا فرزن بلند گفتن. مشکل ما در اینمی هستن، ما مردم از دین اسلام خود خبر ندارن. دوم در تلویزیون ها مشکل ما اینمی هستن که اکثر تلویزیون ها که مصاحبه میکنن اینا از طریق که دین معلومات ندارن. یک طالب که میشنه خیلی ترشوگت میزنه،
بدترین مصاحبه است که ما والا از این خجالت میکشیم که اول معلومات نداره دوم خیلی خجالتی گفت میزنه برای تو خود کافر نیستی برو گفت بلند بزن واضح بزن خب ما تلویزیون خواهش ما اینه نیست که یک کسی را دعوت کنه که در اسلام هم مطالعه داشته باشن و دوم جرأت داشته باشن از تاریخ دین اسلام گفتگو آغاز کنن نه از طریق خجالت دیگر عصر شما بخیر خدا حافظ خیلی ممنون خدا حافظ شما سلام علیکم قربان شما و علیکم السلام و رحمت الله چه بگم گاهی فکر میکنم که سکوت کردن خیلی از حقایق نگفته را برملا میسازه همین که شما میفرمایین که در رسانه ها گفتگوی کارشناسانه دقیق و آگاهانه صورت نمیگیره یا مجریان برنامه ها خجالت میکشن یا میترسن این جواب خود شما هم هست دیگه ما چی بگم به حال ما داریم مجریای کارشناس مجریای دینشناس که نمیتونن همه چیز را به صراحت بگوین آقای عبدالله اگر درست شنیده باشم از بادغیس قطع شد متاسفانه عذرخواهی میکنم از آقای عبدالله خب آقای حسیب الله قرار نوشته که لوی جرگه فقط گذاشتن صندوق رای در سر شور بازار به خاطر تعیین استاد دانشگاه که هیچ درجه تحصیل رای دهنده ها معلوم نیست لوی جرگه دقیقا همین معنی را میدهد یعنی شما سر شور بازار ببرین صندوق رای بگذارین برای اینکه مردم برای انتخاب یا تعیین استاد دانشگاه رای بتن خب این در صلاحیت مردم نیست دیگه بله بعد نوشتن که مشکل کنونی مملکت را حل نمی کند که هیچ بلکه راه را برای ادامه جنگ و عقده های قومی هموار می کند درود بر رهبری تمدن و مجریان توانای تمدن درود بر شما جناب آقای قرار خیلی ممنون از لطف شما محمد جان سیفی نوشتن که این نشست آمرانه و نمایشی از طرف طالبان بوده که اکثرا گروه طالبان در آن حضور داشت و از همه مردم افغانستان به خصوص زنان، جامعه مدنی، جوانان و متخصصین نمایندگی کردن نمیتوانند. آقای محمد عیسی از کابل سلام. بازم قطع شد. خب از جامعه مدنی و جوانان و متخصصین نمایندگی کردن نمیتواند و هرگز نتیجه خوب نخواهد داشت که مشکلات مردم افغانستان را حل بسازد. لازم است ما تذکر بتوم خدمت بینندگان عزیز و کسانی که به هر حال از طرف حکومت بگم دیگه از طرف حکومتی برنامه را دنبال میکنن آنچه را ما میخوانیم یا آنچه را میشنویم از طریق تماس ها دیدگاه مردم است و فکر مردم است ما فکر مردم را به همان صورت که است با شما منتقل میکنم آقای غلام ربانی سلام بله سلام آقای غلام ربانی از غور خوش آمدین خوش باشین مهربانی سلام علیکم آقای مصطفی خوب هستین علیکم السلام و رحمت الله قربان شما بفرمایید خوش باشین خوب هستین الحمدلله بفرمایید زنده باشین بسیار یک مطلب کوتاهی داشتم آقای مصطفی که دیگه خواهش میکنم از مجیب الرحمن مولایی که از ولایت هرات است که اشتراک کرده بود دیگه بارها توهین کرده بود از رئیس جمهور گرفته تا وزیر تا وکیل تا والی هر چیزی بود به پیش یزو دیگه گفته محلی هیچ کس آنتن نمی دادم و گفت خود را توهین خود را کرده می رفت بازم این دیروز روزی اول جرگه بوده پری روز دیگه من این پیامش شنیدم از تلویزیون هر کس که قد علم میکنه سرش بزنی مقابل امارت دیگه ای خودتون فکر کنین خودتون ای گپ بشنوین که افغانستان ایک کس انتقاد نتونه ایک کس گپ خود گفته نتونه که تو سرش میزنی سر تو کی بزنه توهین میکردی وزیر توهین میکردی مولای کوچک توهین میکردی برادرای اهل تشیع ما را توهین میکردی
خودو توهین نکری، بازم امروز هر کس که انتقاد داره که قد علم میکنه سرش بزنین. این پیام خودتان شنیدین یا نشنیدین آقای موسوی؟ بله شنیدین. بله خب ببینین، خب پس از مولایی که فیلن دیگه به تمام ایراد مجبرمان میگن مولاییه که از او بلندتر ما مولایی نداریم به اهل تسنن، اما افسوس 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 دیگه پیامی ندارم دیگه. خداحافظتان دارم. قربان شما، خیلی ممنون، خدا نگهدار. آقای غلام ربانی از ولایت غور. بله آقای ملا مجیب یک چنین حرفی زده بود در روز اول نشست بزرگ علما، و ما تعجب میکنم که از بین 3500 نفر عالم دینی که در اون نشست حضور داشتن، چرا حتی یک نفر نیامد که دیدگاه ملا مجیب را مورد نقد قرار بده و مستند به آیات قرآن کریم و احادیث شریف نبوی این دیدگاه افراطی رادیکال تروریستی را نقد بکنه؟ من تعجب میکنم که چرا این واکنش در اونجا صورت نگرفته. اما از آنجا که این آدم هیچ کاره هست و جایگاهی در حکومت نداره، ما هم گپش زیاد جدی نمیگیریم، چون این دیدگاه حکومت نیست قطعا. خب آقای امیر از کابل، سلام. مشکل از من است آقا، من یعنی قبول میکنم، اعتراف میکنم و عذرخواهی میکنم. مشکل از من است که زیاد حرف میزنم، کسانی که تماس میگیرن خسته میشن، خیلی منتظر نمیتونن بشینن و حق دارن. چشم، بعد از این به محضی که تماس آمد من صحبت خود قطع میکنم. خب قربان علی شکرچی نوشته که در این چنین نشست هایی که نماینده های مردم و تمام اقوام حضور نداشته باشند و همچنان مردم بدون کدام ترس و هراس مشکل و گپشان را گفتن نتوانند، هیچ انتظاری نمیتوان داشت. محمد از کابل، درود بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای محمد، قضیه کمی برعکس شد. سلام بر شما. سلام و رحمت الله، بفرمایید. بله از کابل مبین شما شدم. بفرمایید. این دیزاری که یعنی کتای ما هم داشتم، این دیزاری که ما دی جلسه داشتیم درامون ساختاری نظام باید در جلسه علما صحبت می شد. متاسفانه که انتظارهایی که مردم داشت و کلی دیگه و انتظارها تبدیل با ناامیدی شد. دیگه موضوعاتی که باید در اینجا گفتن میشد، حقوق زنها باید مطرح میشد، مسئله ای که خواندن زنها مدتی طولانی دور مانده و همه رقم دیگه، حقایق و حقوق نسوان باید در اینجا مطرح میشد. متاسفانه درد مصیبت آدم انتظار بر از علما افایی که چراغ دینی اسلام خدا رو مطرح منه و میگه ما تمام حساب ها را از نظر اسلام بررسی میکنیم، ولی متاسفانه امروز ما حرف های را از علمای خوب میشنوی که کاملا دیگه یست و ناامیدی را برای مردم بار میره و گویا کشور افغانستان دیگه تبدیل به یک یست و ناامیدی به تمام معنا گرفتار شده. بله از شما تشکر میکنم آقای محمد. درد محترم از چوکات اسلام و حرفاهایی گفته میشه که بدون جایگاهی در باورهای نداره. بله واقعا دیگه از این اسلام آدم خسته میشه، به کلی ناامید میشه. اگه اسلامی چنینی باشد، اسلام دردی که رو خواهد دوا کرد، ولی در واقع اگه آدم بیا اسلام رو بررسی کنه، آدم میبینه که جایگاه انسان گذشته از مسئله مذهب و لسان و سمت و سو در مجموع آدم از دیدگاه اسلام اگه بررسی کنه، کاملا یک دید انسانی رو باید مد نظر بگیره. حقوق تمام مردم رو باید اینجا مد نظر بگیره. کل ها انتظار از این داداشت که ما در این حکومت شاید یک ساختار تشکیل شد و خود در بدن حکومت احساس بکنی
به فقر و بیکاری های مردم باید صحبت کنه. امروز داره مردمان نانی بی با سبای خود ندارد. خب که فردا ما چی میشیم نمیشیم دیگه. والا ما آمده به عنوان چراغ دین حرفهایی رو گفته که به کلی از همی کشور و از همی اسلام و از همی نظام از همه ایشان آدم ناامید می شود. خدا همه را در راه نیک هدایت کند و دیگه همینقدر بیشتر از این وقت شما را نمی گیرم. خدا خیلی ممنون آقای محمد از کابل، سپاسگزار هستم از تماس شما، ممنون و متشکر. خب آقای شکرچیر خواندیم. سجاد احمدی نوشتن که نه خیر، تنها علما و کارشناسان و دیگر سیاسیون حکومتی پیشین نبوده و نتیجه هم نخواهد داد. خب اینا هم نسبت به ترکیب نشست علما اعتراض دارن، چنان که تا حالا هم در کامنت ها و هم در تماس ها این را داشتیم. جانم جناب آقای غلام از مزار شریف، سلام. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. دنی رابطه از مجلس مقصد یک نظر داشتیم دو کلمه گفت. میره بانی بفرمایید. اولا این که برادر همی هواپیما همی مثلا تیاره هر کسی که میره مثلا لمبری یا 25 لمبر میگره در لمبر خود باید بیشن افغانستان باید این رقم باشه. دوی من این مجلس از اینا مجلس نبود کلی استابله بود چهار تا خلق بود شکمش سیر کرد و رفت خلاص. بخیر باشید، تشکر. خب از ایشان هم سپاسگزار هستم. آقای عباس محمدی نوشته به خدا نه اینا نه از او قبلیه هایشان هیچ انتظاری نداریم و نداشتیم. یعنی تا حالا ما هرچه کامنت داشتیم یا هرچه تماس داشتیم دیدگاه ها مثبت نبوده متاسفانه. حالا تا حالا یک مورد هم نظر موافق نداشتیم. حالا در ادامه ببینیم چه اتفاقی میفته. میر احمد هاشمی، بله بدون شک در تمام ادوار مهم تاریخی افغانستان امور امر و نهی و راه اندازی انقلاب ها جواز جهاد و جنگ همه و همه توسط همین ها صادر و تأیید و انجامش را مردم میدهند. باز هم بله امروز آخر خط است. خیلی متوجه پیام آقای هاشمی نشدم. اگر شما چیزی فهمیدین که خیلی خوب است. خیلی من متوجه نشدم که ایشان به هر حال موافق هستن، مخالف هستن، انتظارشان برآورده میشه یا نمیشه. بگذاریم. رضا مشعل، فقط توصیف طالبان، گپهای متحجرانه، مصرف سرمایه ملی، ایجاد وحشت در اطراف خیمه و دیگر هیچ. عبدالصمد از ولایت هرات، سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و خدا کنه که صحت و سلامت به تمام همکارا باشیم. برادر گل من عبدالصمد هستم از هرات. خیلی لطف کردین، بفرمایید. فقط برادر گل من میخواستم به ارتباط همین جلسه بگیم یا شورا بگیم یا لوی جرگه بگیم، میخواستم چند کلمه با شما صحبت کنم جان برادر. بفرمایید، قربان شما. ما بسیار آرزوهای داشتیم از این جرگه و یا از این شورای علما و یکی همین برادر ما که مجیب الرحمن خان که هرچه که صحبت کرده او صحبت شخصی ازی بوده، شد صحبت مردم هرات نبوده. مردم هرات به این کار نیرازی بودم و نیم هستم. مردم با تمدن خوب و با فرهنگ هم دیوم از این که باید به این شورا از این مسئله هایی که اینا صحبت کردم، باید از قانون اساسی صحبت میکردم، از اقلیت ها صحبت میکردم، از مکاتب دخترها صحبت میکردم، از مذاهب صحبت میکردم. این برای ما هیچ نتیجه برادر عزیز من نداد و ما ناامید بودیم، ناامیدتر شدیم. بگه خدای پاک رحمی به حال از این ملت افغانستان بکنه که ما مردم کو هم بوده پس مونده بودیم و پس مونده تر شدیم و عقی مونده هم و نان تر صفریم هم که بودیم هم خلاص شدیم. نان خوشتی هم که داخل گونیا داشتیم اون هم خلاص شد. فقط همی عرض اراده بود به خدمت شما که همی درد دلی بود که برم رای شما به تماس شدم. جان برادر خیلی تلاش کردم تا حال موفق شدم. دیگه گفتنی من ندارم و آرزویی هم دیگه نداریم، امیدی هم ما دیگه نداریم. دیگه گفتنی ندارم. بهمان خدا، خداوند شما صحت و سلامت با همه تلویزیون با همه همکارا داشته باشه برادر گل. خیلی ممنون، قربان شما. خیلی ممنون. استاد موسینی، شیخ قاسم موسینی بودم،
را رحمت کنه، مر با او عشر بگردانه. خداوند حافظ و ناصر شما. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بله همینطور است. آنچه ملا مجیب انصاری مطرح کرد دیدگاه خودش بود، دیدگاه خودش بود. او در موقعیتی نیست که از مردم شریف و با فرهنگ و متمدن هرات نمایندگی بکنه. ما هرات را میشناسیم، هراتی ها را میشناسیم، مردم با فضل و فرهنگ و خیلی خیلی مردم شریف و مهربانی هستن. آقای محمد عیسی را از دست ندیم لطفا. سلام. صاحب قومیت بود یا تا نام ملهای از ملهای اهل تفنن؟ یعنی که سوال داشتم. متوجه نشدم. مثلا همین شورای علمایی که دایر شدن در خیمه لوی جرگه. بله. همین تمام علمای افغانستان از کل قشر مردم از کل مذاهب بودن یا تنها از ملهای اهل تفنن بودن؟ در مورد ترکیبش ما اطلاع ندارم. بله. ما اطلاع ندارم. بخیر باشین. خداحافظ شما. شما سوال ما رو با سوال تازه جواب ندین. ما این رقمی جواب نمیگیریم. مخصوصا آقای نظری به ما میگه که این سوال ها مجری بندانداز است. نه، بحث بندانداختن نیست. بحث اینه که به هر حال ما خیلی از مسائل را انتظار داریم که مردم روشن بکنن. چیزی که برای ما مهمه دیدگاه مردم است و انتظار داریم این دیدگاه ها آنچنان قوی، منطقی و مستدل باشه که بتانه تأثیر ایجاد بکنه و تحول بیافرینه. ما دنبال چیز دیگه ای نیستیم. ما خود ما معمولا در این گونه موارد سکوت میکنیم. تمام. حالا ما از این کامنت ها میترسم اینا یک وقتی درد سر برای ما جور نکنه و بیادر بخوی گپای خودم نیست اینا رو که میگم به شما. آقای ابراهیمی از ولایت دایکندی، سلام بر شما. سلام علیکم. قربان شما، بفرمایید. قربان شما، سر زنده باشین. من غلام رضا خان ابراهیمی هستم از ولایت دایکندی. البته من خودم کم شاعر هستم، شعری گفته بودم عنوان مونس هم راجع به اتفاق و وحدت است. بله بفرمایید. خدمت شما دکلمه میکنم. بیا هم میهنم تا مونس هم، بیا هم میهنم تا مونس هم، و درد هم دگر در پرسش هم. در این ایام اساس هم نظر باش، زیتیف دشمنان هم در حضر باش. نفاقت می کند از صحنه بیرون، ز دست دشمنت دلهاست پرخون. بیا دست به دست هم دگر کن، بیا دست به دست هم دگر کن. به هم رنگی وطن را بارور کن، نهال دون را از بیخ برکن. چراغی دوستی را شعله‌ور کن. بیا مرهم کنیم این زخم ها را، علاج زخم های بیدوا را. به عشق چشم مادرها نظر کن، به عشق چشم مادرها نظر کن. ز دردش این جهان را با خبر کن. به خون افتادگان بینوا را، به خون افتادگان بینوا را. دیگر موقع نباید بی خدا را، دیگر موقع نباید بی خدا را. تسلی کن یتیم های وطن را، همانا مادران قد کمان را. بکن رازی غم دیدینه خیش، خفا بین دشمن پرکینه خیش. بیا غوری کنیم آینده خیش، رضا سوزد ز بحر لانه خیش. مثلا در اخیر پیام خود من یک پیام دارم به امارت اسلامی و سران امارت اسلامی و عموم مردم افغانستان که ما و شما باید وحدت و برادری و همدلی و همزیستی را همزیستی مثلا متامیز مد نظر کلگی اقوام و اکثار ملت‌های مختلف افغانستان مد نظر بگیریم که تا به وطن زندگی بکنیم، که دیگر موقع نستیم که دشمن های از ما شما خون از ما و شما شنا کنیم. خیلی ممنون آقای ابراهیمی. السلام علیکم و رحمت الله. خدا حافظ شما. همه موضوع شما در شعرتان گنجانده بودین و تأثیرش بیشتر از این بود که در پایان تماس دوباره تکرار کردین. خیلی شعر خوبی بود. درود بر شما. مشکل وزنم نداشتیم. خیلی مهم است. یعنی گاهی بعضی از دوستان زنگ میزنن و شعر میخوانن در برنامه که سروده های خودشان است و به لحاظ وزن مشکل داره. اما شعر شما از نظر وزن مشکل نداشت، از نظر محتوام خیلی خوب بود.
احمد از غزنی. سلام. علیکم سلام جناب استاد. فکر کنم برنامه شما راجع به نشست لوی جرگه چه تأثیر داشته شد؟ بله، انتظار شما از این نشست چیست و چقدر میتونه مشکلات و بحران‌های افغانستان را حل بکنه؟ جناب استاد گرامی، تلویزیون شما یک تلویزیون جهانی است، ظاهراً بیننده زیاد می‌داشته باشه. قربان شما. ببینن تمام مردم افغانستان خوب میفهمه کل اوضاع امروز، نیاز به نیست که ما برای از اونها گپ بگوییم، کل چیز هم میفهمد. ببینن جناب استاد، هر کسی که صدای ما رو میشنوه، امروز افغانستان در خلای قدرت قرار داره، خلای قوانین قرار داره. اونمو موضوع تحصیل که پیغمبر خدا میگه بر مرد و زن فرض است، اینا فرض را مانده پشت مستحبات و پشت سنت میگردن. امروز در اولوی جرگه خوب می بود که روی قوانین گپ زده می شد، خوب می بود که روی قدرت گپ زده می شد که خلای قدرت وجود داره. آمدن نمی فهم چیزایی میگه که واقعا اونها درد مردم افغانستان را دوا نمی کند. با وحدانیت خدا مردم نان ندارن، مردم غریب و فقیر و بیچاره است، از هر طرف بتنگ آمده. امروز مردم چشم امید دوخته بود بلوی جرگه که قوانین باید مشخص شود، تحصیل باید درای دروازه های مکاتب برای خواهرای ما باز شود که چیزی فرض است. از طرف دیگه قوانین باید مشکلش حل می شد که افغانستان می توانست رو به آبادی، صلح و ثبات می رفت. اما متاسفانه چیزای بحث شد که او نمی تند درد و مرهم مردم افغانستان را مداوا بسازد. خیلی ممنون از شما، سپاسگزار هستم. جناب آقای احمد از ولایت غزنی، ما امیدوار هستم که مقامات مسئول و مخصوصاً کسانی که در طراحی و برنامه ریزی و اجرا و برگزاری نشست علما سهم داشتن، این صداها و پیامها را بشنون و دریافت بکنن و در مورد آنچه در لوی در نشست علما مطرح شده تجدید نظر بکنن. به هر حال دیدگاه‌های مردم و باورهای مردم را نمیشه دست کم گرفت. مردم مهم هستند، مردم مبنا و محور حکومت داری هستند. اگر حکومت برخواسته از خواست مردم و منطبق با انتظار مردم نباشه، شاید به لحاظ دوام و قوام با مشکل مواجه شود. خب، بازم از غزنی آقای نصیر احمد. سلام. بصیر احمد، ببخشید. سلام آقای بصیر احمد. سلام علیکم. صدایتان خیلی ضعیف است. حال خوب شد؟ بهتر شد. بله، بفرمایید. خدمت شما و تمام کسایی که برنامه شما را میاد سعی میکنه سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر، این گفتگویی که ما شما میزنه میاد بگیش گفته ایرانی ها که پوشتن و خود یارایی کردن است. این دولت ما شما که از نشانده پاکستان است، تمام موادد ما شما را بارد کرده. رئیس نمیال چیز زغال سنگ بود کشیده، رئیس تمام منابع دیگه این موشنو رو برده، رئیس موشنو رو مصروف مکاتب و از زدن و اتکافا کردن. دیگه از این نداشتیم رمه خدا بیان. بخیر باشین، قربان شما. خب، کمی کامنت هم بخونیم. آقای میرحمد هاشمی رو خواندم. بله، رضا مشعلم خواندم، حسیب الله جهادی. انتظار داشتیم که موضوعات مهم کشور مطرح شود، اما متاسفانه که همه روی نظام طالبانی تاکید شده است. بعد به هیچ وجه چنین نشست‌ها گره‌گشای مشکلات افغانستان نخواهد شد، برعکس سبب افزایش چالش‌های دیگر نیز گردیده است. طالبان با مداهنه و فریب می‌خواهند سیاست‌های مستهجن و ناهمگون دولت‌های گذشته را تکرار کنند، چرا که تاریخچه دولتداری 100 سال اخیر را مطالعه نکردند که چه تحولات و دگرگونی‌های اسفبار را به وجود آورد که تا به امروز تا
تأثیرات منفی آن به وضوح دیده می شود. تیغه برای طالبان که زنان را نشانه گرفته باید دست بکشند. خب، ما دوباره و برای چندمین بار تکرار و تأکید می کنم که بنده به عنوان مجری و تهیه کننده این برنامه و تلویزیون تمدن به عنوان پخش کننده این برنامه در قبال محتوای کامنت ها یا تماس های بینندگان و کاربران فیسبوک مسئولیتی نداریم. اینها دیدگاه های مردم هستند که در ذیل پرسش هایی که ما در خصوص نشست بزرگ علما در کابل مطرح کردیم از طرف کاربران و بینندگان تلویزیون مطرح شده و ما هم با حفظ امانت اینا را خدمت شما تقدیم میکنیم. امان اسلمی زاده نوشته اینها پیش آمریکا التماس کردند و افغانستان هدیه آمریکا به طالبان بود، به همین خاطر میخواهند این هدیه را برایشان حلال کنند. من نمیفهمم چه ربطی داشت. به هر صورت وایس ظاهری نوشته همچو جرگه ها در کشور ما طی 40 سال برگزار شده، نتیجه صرف شکم های چند نفر سیر شده که در جرگه می آیند و ملت و مردم کدام فایده نمی رساند، چون کسانی که می آیند به یک نوع طرفداری نظام می باشند، طرفدار نظام می باشند. پس چه انتظار داشته باشیم؟ 20 میلیون یا کم یا زیاد یک قرص جامعه نادیده گرفته شده. آیا مرد می تواند با جای زن حج کند، روزه بگیرد و طفل به دنیا بیاورد که در این جرگه 3000 ملا از زن نمایندگی کند و تصمیم درباره زنها بگیرند؟ وقت ضایع کردن است، ملت را چی داد می زند این مصارف گزاف؟ ملت از فقر داد می زند این مصارف گزاف را ببینید. خب، صفحه بعدی لطفا اگر فرصت داریم. عزت الله جباری: السلام علیکم، همه کس از آدرس اسلام سخن میزنه. اگر واقعا اسلامیت باشه، پس دین اسلام دین محبت، دین مهربانی، دین بخشش، دین صلح است، نه دین نژادگرایی، نه دین جنگگرایی، نه دل، نه دین صلح نخواهی. اگر واقعا به خاطر الله طالب ها جهاد کرده باشه، پس به خاطر الله همگی مردم افغانستان را در قدرت سهم میدهد. پس از این معلوم میشه که از اسلامیت استفاده میکنم. مبارزین بیمرز: با عرض سلام خدمت جناب استاد خوب راحل موسوی، بگذاریم از تشویقات و لطف ایشان، سپاسگزار هستم. یک، کدام انتظار خاصی ندارم. دو، فکر نمی کنم که این نشست بتواند گره کور مشکلات افغانستان را حل کند، چرا که طالبان با انحصارگرایی مطلق عملا عدالت اجتماعی را که فلسفه انزال رسول می باشد، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، پایمال کردند و تا زمانی که عدالت به تمام معنا محقق نشود مشکلات همچنان جاری و ساری خواهد بود. البته این دیدگاه ایشان است و ما امیدوار هستیم که با توجه به سخنرانی آقای ملا هبت الله آخونزاده در این نشست که صحبت از عدالت علوی کرد و گفت که ما عدالت را مثل حضرت علی باید اجرا بکنیم، انتظار داریم و امیدوار هستیم که عدالت در جامعه ما انشاءالله برقرار و اجرا شود. این یک آرزو هست، یک رؤیا هست و ما امیدوار هستیم این رؤیا روزی تعبیر شود. یا حق. این داره که یک جنگ زرگری باشه، یک هم بود دو